یکی از مشکلات جدی و بحرانی که در سنین بالا اتفاق میفته نارسایی احساسانی قلب هستش که با تنگی نفس از دست دادن هوشیاری و همینطور مرگ همراهه. بهتون پیشنهاد میکنم که از ما تا انتهای این ویدیو همراه ما باشین تا بیشتر راجع به این مشکل باهاتون صحبت کنیم. نارسایی احتقانی قلب. در نارسایی احتقانی قلب، قلب توانایی پمپ کردن خون به میزان طبیعی را از دست داده و دیگر نمیتواند خون را به اندازه کافی داخل عروق ما به جریان بیاندازد. در این صورت، خون به سلول‌های بدن از جمله سلول‌های مغز نرسیده و باعث می‌شود فرد دچار ضعف، خستگی و خواب‌آلودگی پیشرونده‌ای شود. از طرفی خون در داخل ریه، کبد، شکم و پاها پس می‌زند و سبب آب آوردن ریه، ورم کبد، پاها و شکم می‌شود. افرادی که دچار سکته‌های قلبی شدند، آریتمی‌های قلبی داشتند، به طور مادرزادی دچار مشکلات عضله قلب هستند و یا فشار خون بالا و چربی خون بالای غیر قابل کنترل دارند، از افرادی هستند که می توانند دچار نارسایی احتقانی قلب شوند. درمان نارسایی احتقانی قلب. در مراحل ابتدایی دریافت نسخه های دارویی تخصصی الزامی خواهد بود تا نارسایی قلبی به مراحل پیشرفته نرسد. در مراحل پیشرفته، پیوند قلب تنها راه درمانی افرادی است که دچار نارسایی احتقانی قلب شدند. وقتی قلبی دچار نارسایی احتقانی میشه، یعنی قادر به تامین خون به همه سلول‌های بدن نیست و همینطور به مرور زمان فرد دچار ضعف و خستگی میشه و همینطور ممکنه که با مرگ همراه باشه. اگر که به این مشکل دچار شدین، هرچه سریع به متخصصین قلب و عروق مراجعه کنین و درمانتون رو شروع کنین. ممنون از همراهی شما.